سلام رفقای جانم، امیدوارم کلتون خوب باشه، سرحال و قبراق باشید، روز نمازاتون قبول باشه و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه میتونم این وقت شب نزدیک سحر با شما عزیزانم صحبت کنم. فکر میکنم شب اول باهاتون یه چند دقیقه صحبت کردم و امشبم حتما یه چند دقیقه با شما مردم نازنین، با شما عشقهای خودم حتما صحبت میکنم. سلام بر روی ماهتون، عزیز دلم هستید. تو این لایف های یهویی که نزدیک های سحر برگزار میکنم، مهمترین هدفم اینه که به خدا بتونیم نزدیکتر بشیم، چون من اعتقاد دارم که هر نوع پیشرفتی، هر نوع رشدی در زندگی، ورود هر نوع ثروتی به زندگی فرایندی معنویه. من اعتقاد دارم که رشد تصاعدی، رشد کوانتومی در هر زمینی، در زمینه آرامش، شادی، پول، روابط یا هر چیز دیگه، با وجود خداوند امکان پذیره و این یک اصل فوق‌العاده‌ایه که حتما باید در زندگی رعایت کنیم. امشب گفتم چند تا نکته کوچیک بهتون بگم. اولین چیزی که امشب میخوام قبل از اینکه اذان صبح بشه میخوام باهاتون صحبت کنم در رابطه با ماهیت روزداریه. اگر به شما گفتن که روزه گرفتن یعنی اینکه از یک اذان تا یک اذان دیگه شما فقط چیزی نخوری، این یعنی فقط ظاهر روزه گرفتن و اومدن به شما منتقل کردن، در حالی که باطن این نیست. باطن روزه داری یعنی اینکه من روزه کلامی داشته باشم، روزه ذهنی داشته باشم، روزه چشمی داشته باشم، روزه گوش داشته باشم. هر کدوم واسهتون توضیح میدم. ببینید، من همیشه اومدم گفتم برای اینکه در زندگی ما نتایج فوق‌العاده بگیریم، باید مراقب ورودی هامون در زندگی باشیم و این یک اصله که باید مراقب ورودی هامون در زندگی باشیم. ورودی ها شامل چی بود؟ فکر، چیزی که من میبینم، چیزی که میشنوم، چیزی که راجبش صحبت میکنم. مراقب ورودی هامون بودن همون روزه داریه. ببینید چقدر جذابه. مراقب ورودی هامون در زندگی بودن همون روزه داریه. من همیشه گفتم ورودی های ما در زندگی خروجی هامون رو میسازه. یعنی اینکه من چه ورودی در زندگی دارم تبدیل به خروجی های زندگی میشه، تبدیل به چیزهایی که ما در زندگی میبینیم میشه. حالا اگر من کلامم رو کنترل کنم، چشمم رو کنترل کنم، گوشم رو کنترل کنم، فکرم رو کنترل کنم، یعنی دارم خالق رخدادهای بیرونی زندگی میشم. امیدوارم که این نکته بی‌نظیر رو سر این سحر درک کنی. ببین، زبانی که کلام تو کنترل میکنی، من با کلام شروع میکنم. من همیشه گفتم، فکر میکنم توی افتتاحیه‌ام اومدم گفتم، کلام شما تبدیل به فرزندان آینده زندگی شما میشه. باید کلام تو کنترل کنی. برای کنترل کلام شما باید چند تا ویژگی داشته باشه. ببین، اون چه که در موردش صحبت میکنی و به زندگی جذب میکنی. شما هیچ آدم موفقی رو در جهان پیدا نمیکنی که روزه کلامی نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی دونه دونه کلماتی که استفاده میکنه باید چند تا ویژگی داشته باشه. یکی این که توش عشق وجود داشته باشه، عشق به خودش، عشق به جهان، عشق به خدا. دومین ویژگی، باید در کلامش امید وجود داشته باشه. سومین ویژگی، باید در کلامش باور مثبت وجود داشته باشه. و چند تا ویژگی دیگه. این شد روزه کلامی. ببین، در روزه کلامی قُر زدن معنی نداره. تو هر چیزی که در زندگی در موردش قُر میزنی، به سمت خودت داری جذبش میکنی.
هر چیزی که در موردش ناله میکنی داری وضعیت رو بدتر میکنی. فکر نکن که الان من اومدم ناله کردم غر زدم وضعیتم بهتر میشه. نه، جهان این شکلی کار نمیکنه. در یک جهان هوشمند ما چیزی که در موردش صحبت میکنیم و به سمت خودمون جذب میکنیم. به خاطر اینه که این همه توصیه شده در کلام شما باید شکرگزاری پررنگ باشه. من یه دونه سخن از امام علی اومدم اسکرین‌شات گرفتم که واسه تون بذارم، امیدوارم که دیده بشه. این بالا دیده نمیشه. امام علی میگه که خدادارترین نفرات شما، یعنی کسی که خیلی خدا رو قبول داره، کسی که بیشترین درخواست رو از خداوند میکنه. این نکته خیلی مهمیه. میگه اونی مؤمن واقعیه که در زندگی از خداوند درخواست میکنه. با چی؟ با کلامش. یک، دو، با فکرش. روزه فکری یعنی این که من فقط راجع به چیزهایی فکر کنم که باعث میشه زندگی خودم و آدمای اطرافم بهتر بشه. روزه چشمی یعنی این که من فقط به چیزهایی نگاه کنم در زندگی، به چیزهای توجه و دقت کنم که دوست دارم در زندگیم زیاد بشه. ببین، اگر تو به بدبختی ها در زندگی نگاه میکنی، باعث میشه که بدبختی بیشتر رو جذب زندگیت کنی. چرا؟ چون چشم ما انسان ها یکی از عوامل خیلی مهم جذب در زندگی. چیزی که تو میشنوی در زندگیت، به چه چیزهایی گوش میکنی، دونه دونه شو در زندگی جذب میکنی. رفیق من، امشب ساعت 3:59 صبح که هزار خوردی نفر از شما عزیزان اینجا هستید، تو رو خدا امشب قول بدید. نمیگم زمان زیاد، یک هفته رعایت کنید. اگر بتونی یک هفته رعایت کنی، هفته دوم، سوم، چهارم، پنجم و تا آخر عمرت هم رعایت میکنی. روزه کلامی، فکری، چشمی اولین نکته ای که باید بهش توجه کنی. خب من اومدم یه نکته دیگه هم اینم بگم. خب یکی دیگه از کارهایی که ما باید در زندگی انجام بدیم، نکنی من گفتم کلام شما تبدیل به واقعیت‌های زندگیت میشه، تبدیل به اتفاقات زندگیت میشه. خب من باید در کلامم به چه چیزی توجه کنم؟ ازت میخوام که همین امشب هر نکته‌ای که فکر میکنی خوبه اسکرین شات بگیری، اگر بعداً سیف کردم به مدت محدود استوری کنی، برای دوستات بفرستی. ببینیم ما یک درصدی ها باید جهان رو یک درصدی کنیم. ما وظیفه خیلی بزرگی در قبال خودمون، خدا و جهان داریم. خب در مورد کلام همش سپاسگزاری کن. سپاسگزاری یعنی در هر شرایطی قلباً ممنون خدا بودن، و این فوق‌العاده است، این بی‌نظیره. اصلا اتفاق بدم در زندگیت میافته، بگو خدایا شکرت. چون من همیشه اومدم گفتم برنامه‌ای که خدا برات داره، برنامه‌ای که خودت برای خودت داری، برنامه خدا بهتره. به خاطر همینه که گاهی وقتا یه چند تا اتفاق به ظاهر بد در زندگیت میفته تا تو رو هدایت کنه به سمت اتفاقهای بهتر زندگیت. پس روی کلامت، روی فکرت حواست باشه که سپاسگزاری در زندگیت پررنگ باشه. همین امشب قبل از اینکه بخوابی، دمدم نماز صبحم است، شکرگزاری رو فراموش نکن برای دونه دونه چیزهایی که خداوند در زندگی بهت داده، برای دونه دونه اتفاقهای به ظاهر خوب و به ظاهر بد، که در نهایت همه اتفاقات در جهت تکامل تو در زندگی رخ میده. امیدوارم که از نکات استفاده کنی. یه نکته دیگه هم بهت بگم، یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه ما در زندگی نتایج فوق‌العاده نگیریم احساس گناهه.
چون هممون در زندگی یه سری کارا انجام دادیم که میدونستیم اون کاری که انجام دادیم اشتباه بوده. من هر شب هم مقاله میخونم هم قرآن میخونم. بعضیا میگن که آیه بسیری یعنی فقط باید مسلمان بود برای اینکه در زندگی به موفقیت، شادی، ثروت رسید. من اصلا موافق این قضیه نیستم که الزاماً مسلمانی باعث میشود که ما به جایی برسیم. اگر تعریفت از مسلمانی 4 تا ذکر گفتن و نماز خوندن و روزه بدنی گرفتن، نه موافق نیستم. ولی اگر تعریفت از مسلمانی یعنی تسلیم خداوند بودن، آره، بستگی به دینم نداره، در هر دینی ما باید تسلیم خداوند باشیم. خب یکی از احساسهایی که باعث میشه ما در زندگی نتیجه نگیریم احساس گناهه. امشب که داشتم قرآن میخوندم یه سری واسه تون آیه پیدا کردم، گفتم امشب بهتون بگم. سوره اعراف آیه 156، من چند تاشو بهتون میگم. رحمت الهی واسه است و شامل هر چیزی میشود. اصلا فوق‌العاده است. خدا میگه رحمت من شامل هر چیزی می شود. سوره اعراف آیه 56، رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. آیه 53 سوره بعدی میگه ای کسانی که به خود ظلم کرده اید هرگز از رحمت خدا مایوس نشوید. اصلا بی نظیره. میگه ای کسانی که به خود ظلم کردید، ای کسانی که کار اشتباه در زندگی منم انجام دادم، شما هم در زندگی قطعا کار اشتباه انجام دادید، میگه ای کسانی که به خود ظلم کردید هرگزشو خیلی دوست دارم، میگه هرگز از رحمت خدا مایوس نشوید. یه دونه دیگه آیه هست این پایین اومدم گذاشتم واسه تون. از رحمت مایوس نمی شوند مگر گمراهان. خیلی فوق‌العاده است. میگه از رحمت خدا، از این که بخشیده بشن، از این که پاک بشن، آدم ها مایوس نمی شوند به جز یک گروه. اون گروه گمراهان هستند. گمراهان چند تا فاکتور داره، مهمترین فاکتورش اینه که آنهایی که کافر هستن به خداوند، یعنی اونایی که اعتقاد ندارن تنها قدرت این جهان خداست، اونایی که اعتقاد ندارن که فقط خدا روزی رسان ماست، اونایی که اعتقاد ندارن که فقط خداست که میتونه ببخشه، اونایی که اعتقاد ندارن که هر اتفاقی میخواد در جهان بیرون بیفته، مهم نگاه خداوند به ماست. حالا زمانی که من نگاهمو به خداوند عوض میکنم و زمانی که من میدونم که خداوند رحمت شامل حالم میشه، من احساس رهایی میکنم. میگم برای اینکه یک بالون اوج بگیره باید یه سری از کیسه های شنی رو پرت کنه پایین. ناکن این احساس گناه همون کیسه شنیست که شما باید پرت کنید به سمت پایین برای اینکه در زندگی اوج بگیری و احساس فوق‌العاده همراهت باشه. خب فکر میکنم یک روبی 20 دقیقی براتون، نمیدونم چند دقیقه شد، اومدم واسهتون صحبت کردم. عزیز دل من هستید. یه عزیزی سرکار خانم ناهید اومده یه سوالی پرسیده، استاد بی زحمت خدا رو توصیف کن. من یک توصیف خیلی دم دستی بهت میگم. خداوند انرژی بی شکلیست که به خواسته های ما شکل میدهد. ببین اصلا خداوند وجود داره که به ما روزی برسونه، خداوند هست که ما رو به خواسته هامون برسونه، خداوند هست که دست ما رو بگیره، خداوند هست که کنارمون باشه، خداوند هست که هر جایی که زمین خوردیم به ما بگه که مایوس نشو. فکر نکن این آخر خط زمین خوردن بخشی از بازیه، ولی روی زمین موندن بخشی از بازی نیست. و این اون نگاهیه که باعث میشه ما در زندگی نتایج فوق‌العاده بگیریم.
ازتون میخوام که دیگه کم کم داریم به 2000 نفر نزدیک میشیم، ساعت 4-7 دقیقه صبح. ازتون میخوام هر نکته ای که امشب گفتم اگر به کارتون اومد حتما برای دیگران ارسال کنید، استوری کنید. من اعتقاد دارم به میزانی که ما میتوانیم خودمون و دیگران رو آگاه کنیم، به اون میزان میتوانیم در زندگی رشد کنیم. خیلی لذت بردم، خیلی حال کردم که یه شب دیگه یه کوچولو باهاتون صحبت کردم. سعی میکنم سر سحر پر حرفی زیادی نکنم، برای اینکه شما با معبودتون تنها باشید، شما با معشوقتون تنها باشید، بتونید باش گفتگو کنید، از خواسته هاتون بگید، باش درد و دل کنید، باش عشق بازی کنید. به خاطر همین لایو صبح با دقایق کمتری برگزار میکنم که برگردید به محمد بصیری کیه، برگردید به خدای محمد، اون خدایی که ما را آفریده است، از رگ گردن به ما نزدیکتر، عاشقمونه و همه جای زندگی در کنارمونه. دم شما گرم، عاشقتونم، بی نظیرید، فوق العادید. و حتما تا پایان ماه رمضون بازم لایف های زمان کوتاه واسه تون برگزار میکنم که لذت ببرید. میگن با زبانی دعا کن که گناه نکردی. این دعا دعایی که سریع اجابت میشه. یعنی چی؟ میگه یعنی یه کاری کن که مردم دعات کنن. رفقا یه کاری کنیم که یه جوری زندگی کنیم، یه جوری با مردم رفتار کنیم، زمانی که آدم ها ما رو میبینن دعامون کنن. دم شما گرم، بی نظیرید، فوق‌العاده‌اید. و تا سلامی دیگه همه تونو به خداوند منان میسپارم. روز نمازاتون قبول باشه، روزه واقعی، نه فقط روزه بدنی. شبتون بهشت. الهی شکر.